31 می 2014 سه تا دختر بچه 12 ساله به اسم مورگن، آنیسا و بلا وارد یه پارک محلی نزدیک خونهشون تو ویسکانسین میشن. چند ساعت بعد دوتاشون از پارک میان بیرون، اما رفیقشون رو با یه قصه عجیب لابلای درخت ها جا میذارن. ماجرا از این قراره که اونا به بهونه بازی کردن میرن توی منطقه جنگلی خلوت. بعد توی موقعیت مناسب مورگن و آنیسا با یه چاقوی آشپزخونه حمله میکنن سمت بلا و بعد از 19 ضربه تو قسمت‌های مختلف بدن وقتی مطمئن میشن رفیقشون مرده فرار میکنن. حالا قسمت باور نکردنی داستان انگیزه پشت این جنایته. این دوتا دختر برای نشون دادن شایستگیشون به یه کاراکتر عجیب و غریب مرتکب این قتل شدن. سلندرمن. پلیس 6-7 کیلومتر دورتر از محل حادثه دوتا مظنون اصلی پرونده رو در حالی که سر تا پاشون پوشیده از خون بود و کنار اتوبان نشسته بودن دستگیر میکنه و برای تحقیقات بیشتر منتقلشون میکنه به اتاق بازجویی. Do you know what happened to Bella? What happened to Bella? Is Bella your friend? Mm-hmm. She's not Anissa. She's the one who was stabbed. Stabbed? I'm not really sure. Is she dead? I don't know. She was taken to the hospital. What do you mean, though? What? I was just wondering. مورگن تقریبا مطمئن بود عملیات با موفقیت انجام شده، اما اینجا از حرفای پلیس متوجه میشه احتمال زنده موندن رفیقش وجود داره. گویا بلا به طرز معجزه‌آسایی با آخرین توانی که تو تنش بوده خودشو کشون کشون رسونده تا لب جاده و اونجا که دوچرخه سوار اتفاقی پیداش کرده و بعد با پلیس تماس گرفته. What's the address of your emergency? Walks are calling Lenny. I'm transferring over a caller on Big Bend at the dead end just south of Rivera. And he came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Okay. So are you with this 12-year-old female? Yeah. She says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yeah. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Okay. Okay. Is there any assailant around? I didn't even look. I don't see anybody. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Where are the wounds? Do you see where the wounds are? No, I don't know if I should be rolling her over and checking or not. Okay, just stay with her and just let me know if she's conscious or alert or stops breathing or anything. Hold on, I'm going to talk to the ambulance. Police are also en route. I'm bothering you at all? My shade? Okay. Who did that to you? Or don't you want to talk? بلا فورا منتقل میشه به بیمارستان و با خوششانسی از این حادثه جون سالم به در میبره. حالا باید برگردیم پیش مظنونین پرونده تا ببینیم اصل قصه چی بوده. اما به محض ورود متوجه میشیم که این یه اتاق بازجویی معمولی نیست. به حالت دستا و انگشتای سوژه دقت کنیم. به این حرکتای عصبی و تکراری و بی هدف. اینا همش نشون دهنده اختلال روانیه که این دختر بچه داره از درون باهاش دست و پنجه نرم میکنه. به نظر میاد بیماریش افسارش رو دست گرفته و به عنوان یه مکانیزم دفاعی عملکردهای شناختی مغز رو مختل کرده تا ارتباط با محیط اطراف قطع بشه. در واقع تو این لحظات سوژه درکی از وخامت وضعیت نداره. بازجویی بعد از تحویل دادن لباس مورگن به عنوان مدرک جرم با استراتژی اولیه بازپرس شروع میشه. Okay. Okay. And something happened to you with, looks like two of your friends. And so I got to talk to you about that for a little bit. Okay. So I got some questions for you today. Mm-hmm. How old are you? I'm 12. قبلا تو نمونه‌های مشابه دیدیم که وقتی مظنون یه دختر بچه کم سن و ساله، پلیس از یه بازپرس خانم استفاده می‌کنه.
اما اینجا این اتفاق نیفتاده. به همین خاطر اقدام اولیه کاراگاه ایجاد یه رابطه دوستانه با مزنونه. اون در مورد تولد مورگن، کادوهاش و حتی دختر خودش که همسن و سال سوژه است حرف میزنه. ضمناً از اونجایی که میخواد ببینه سطح سلامت روان مظنون تو چه وضعیتیه، یه تست کوچیک ازش میگیره. تو این تست اون به سطح آگاهی مورگن از خودش، مکان، زمان و موقعیت از 1 تا 4 نمره میده. هدف بعدی این تست سنجش قدرت تکلم و توجه به ارتباط چشمیه تا بازپرس بعداً اینا رو با واکنش‌های سوژه موقع جواب دادن به سوالات مرتبط با جنایت مقایسه کنه. Do you know who the president is right now? What? Do you know who the president of the United States is? Yes. Who's that? Barack Obama. What do you remember seeing in the news that's going on lately? Gross things. What's gross things? Kidnapping children and then doing things to them. Do you know where you're at right now? What? Do you know where you are right now? Not really. Where do you think you are? At a police station. اینطور که معلومه تمرکز این بچه روی جنبه‌های خاصی از محیط اطرافشه. مثلا از اخبار بخش خشونت‌آمیزش رو به خاطر داره. به علاوه مطمئن نیست که الان دقیقاً کجاست و ضمناً استرس خاصی هم نداره. همه اینا بازپرس رو در مورد سلامت روانش به شک میندازه. باید بدونیم که مورگن سابقه خوبی هم تو مدرسه نداشته و کارهای غیرعادی زیاد کرده. از آوردن وسایلی مثل پتک و چکش برای محافظت از خودش گرفته تا ژورنال و کتابایی که مناسب سنش نبوده. گزارش پلیس محلی و چند تا مصاحبه از همکلاسی‌ها و معلم‌ها نشون میده اون دنبال دوستی تو جهان واقعی نبوده و به سختی با بقیه ارتباط برقرار می‌کرده. از نقاشی‌های تیر و تار و رفتارهای غیرعادیش میشه فهمید که توی دنیای ذهنی که خودش برای خودش ساخته بوده زندگی می‌کرده. دنیایی که تحت تأثیر شخصیت‌ها و فضای فیلم‌های مورد علاقه‌اش بوده. مادرش میگه اون خیلی وقت‌ها توی وبسایت‌های عجیب و غریب وقت می‌گذرونده و تصاویر و قصه‌های مالیخولیایی رو دنبال می‌کرده. اما با وجود همه این رفتارهای غیرعادی و نگران کننده، این دختر یه دوست صمیمی داشت، پیتن، که البته از دوران مدرسه بلا صداش می‌کردن. اونا از کلاس 4 با هم بودن. از کلاس 6 با ورود آنیسا، عضو 3 این گروه، این رابطه وارد یه لیگ دیگه‌ای شد. از اونجایی که آنیسا کاملا با مورگن هم فکر و هم سلیقه بود، یه جورای تعادل عاطفی گروه رو به هم زد. I can't really tell who Anissa likes and doesn't like. So you think she dislikes Bella? Probably, yeah. She always calls her, I don't want to say it. She always calls her a bitch. Why? I don't know. Because she's being one? I'm just assuming. I don't really know what the definition is. So do you like Bella pretty much? You've ever been mad at her? She was my only friend for a long time. Because why would you hurt your only friend? It was necessary. What do you mean necessary? I don't know. Somebody told you that? ورود آنیسا به اکیپ مصادف شد با شدت گرفتن رفتارهای عجیب مورگن. مثلا تو بازی دسیمز به کاراکترهای بازی چندین روز غذا نمیداد و دنبال یه راهی بود تا خونه شخصیتی که تحت کنترلش بود آتیش بزنه. شاید در ظاهر یه ماجراجوی کودکانه به نظر بیاد، اما اینا در واقع سیگنالای مشخصی از گرایش به خشونت تو رفتار یه دختر بچه 12 است. خانواده بلا از تأثیر مخربی که این دوستی میتونست روی دخترشون بذاره نگران شده بودن و ازش خواستن رابطهشو با این دو نفر قطع کنه، اما اون قبول نکرد. همون روزا بود که کم کم ماجرای اسلندرمن شروع شد. اما قبل از این که به اسلندرمن بپردازیم، بریم یه سر به اتاق بازجویی آنیسا بزنیم. This is about Morgan. She can be a little jumpy, and she says she hears voices too. But I just wanted to tell you. دو تا نکته از اتاق بازجویی آنیسا تا اینجا میشه برداشت کرد. زبان بدنش میگه شرایط اون با مورگن متفاوته. اون از اتفاقی که افتاده ناراحته و از شدت ناراحتی خودشو یه جورایی در آغوش گرفته تا آروم بشه. نکته بعدی در مورد جمله آخرشه. امکان این که مورگن یه صداهایی تو سرش میشنیده وجود داره. تو ملودی کلام، تون صدا و رفتار مورگن نشونه‌های اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی وجود داره. پس شنیدن صدا دور از ذهن نیست.
اما سوال اینه که قصد آنیسا از مطرح کردن این موضوع قبل از شروع بازجویی چیه؟ احتمالاً اولین چیزی که به ذهنش رسیده تا از خودش دفاع کنه اینه که اون وجه تاریک رفیقش که براش عجیب بوده اما همیشه نادیده میگرفته رو حالا به پلیس گزارش بده تا خودش رو از هر تهدید و دردسر احتمالی دور کنه. The story as to what happened to date, okay? Your parents know that you're here talking to me, okay? And I'm glad they're so glad that you're safe. We were scared for you guys. رفتار این دو نفر رو با هم مقایسه کنیم. آنیسا انگشتاشو گره کرد و دستاشو بین دو زانو نگه داشته. صداش یه جوریه که انگار گریه کرده یا در شرفشه. همه این حالتا برای اینه که روی خودش کنترل پیدا کنه. اما تو اتاق بغلی مورگن کماکان منفعل و به طرز غیر طبیعی آرومه. هرچی آنیسا درگیر واقعیته، از اون طرف مورگن غرق توهماته. رفتار آنیسا به نظر طبیعی میاد اما تضمینی نیست که صادقانه هم باشه. یادمون نره این دو نفر با هم نقشه قتل رفیقشون رو کشیدن. این دفاعیه آنیسا بیشتر شبیه حرفای یه قربانی فریب خورده است تا شریک جرم. So what's going on with you? Why do you think you're here today? Because Anisha and I ran off after hurting Bella. Tell me what happened with Bella. What do you mean? So the three of you was at the park? Mm-hmm. And then we played on the slide for a little bit. So we went in the bathroom. And then we were singing songs. And then she jumped on Bella. And she held her to the floor. Where did Anissa do this? Mm-hmm. Where did this happen at? In some trees. How did you guys end up in by the trees? Because we were going to look at, like, plants and stuff. How far off the road was it? Not very. And then we stabbed her. And you stabbed her? With a knife. You stabbed her from what? Huh? You stabbed her from what? A knife. How did you stab her? I said stab. Oh, stabbed her? Mm-hmm. Morgan said, don't be afraid, I'm only a little kitty cat, and jumped on top of Bella and stabbed her repeatedly. Where'd you guys get the knife from? My kitchen. Your kitchen? Anissa did. So who left the house with it? I think Anissa did. It was in the bag. Anissa packed the bag. We both packed the bag. We knew about this since December. One day she just told me that we had to. What do you mean she told you had to? I mean she told us we had to kill her. Who did? Anissa. When she says us, what do you mean us? Who's us? You mean the two of you or yeah. Somebody else? همونطور که مشخصه این دو نفر دارن سعی میکنن تقصیرها رو گردن همدیگه بندازن. اما اصل قضیه چیه؟ سال 2009 توی مسابقه فتوشاپ یه اکانتی با اسم مستعار ویکتور سرج کاراکتر اسلندرمن رو خلق کرد. یه موجود لاغر و قد بلند با دستای دراز بدون چهره با کچلوار مشکی. کاراکتری که خیلی سریع تو اینترنت محبوب شد و به مرور کلی فیلم و ویدیو و بازی کامپیوتری براش ساختن. چند سال بعد مورگن و آنیسا تو سایت کریپی پاستا با این شخصیت خیالی آشنا شدن. اونا یه جایی خوندن که اگه یه نفر رو بکشن میتونن حمایت همیشگی اسلندرمن رو به دست بیارن و اون وقت اجازه دارن تو عمارت بزرگش تو جنگل ملی نیکولت زندگی کنن. این ماجرا انقدر براشون هیجان انگیز بود که تصمیم گرفتن یه نقشه بکشن. نقشه قتل رفیقشون بلا برای نشون دادن شایستگیشون به اسلندرمن. اول قرار بود این نقشه شب تولد مورگن عملی بشه اما وقتی شرایط فراهم نشد برنامه موکول شد به فرداش. 31 می اونا ستایی از خونه میزنن بیرون، میرن سمت پارک، گویا چاقوی آشپزخونه رو مورگن تو کوله پشتی جاساز میکنه و وقتی به یه جای خلوت میرسن نقشه رو عملی میکنه.
اون با 19 ضربه چاقو رفیق چند سالش رو به درگاه اسلندرمن پیشکش میکنه و بعد بلا فاصله با همدستش آنیسا از پارک میزنن بیرون. And she kept whispering, I can't see, over and over and over and over again. I can still hear it. Will I regret giving you this information later? You know, this information will be used to try to get you some help so you don't have to hear those screams and don't have to worry about hurting anybody anymore. Okay. She was my best friend since fourth grade. Who was? Peyton. So why did you pick Peyton? I didn't pick her. Who picked her? Whoever Anissa was talking about. She made it seem necessary, and I figured if it was necessary, then I would. So the person that talked to Anissa told them who to do it? Yep. So what else have you guys been doing to plan for this? Just talking about it? The two of you? Has anybody else known about it? No. So how did you know how to... Were you guys, what were you trying to do with her when you stabbed her? Kill her. I might as well just say it. We were trying to kill her. I don't know why it was necessary that it was her, but it seemed very necessary. This is going to get me arrested, isn't it? I won't take back any of it. مورگن میگه نمیدونم چرا بلا رو انتخاب کردیم، اما میدونم که لازم بوده. این خودش یه نشونه مهم از اسکیزوفرنیه. نخ افکار تو ذهن کسی که مبتلا به این اختلاله قبل از اینکه به ایده یا استدلال بعدی گره بخوره پاره میشه. به همین دلیل تفکر و گفتار معمولاً دچار بی‌نظمی میشه. اما در مورد جمله آخر که یه نشونه واضح از فقدان همدلیه، این مورد تو اختلالات روانی دیگه مثل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هم وجود داره. فرد در واقع نه که نخواد، نمیتونه دلسوزی کنه یا از کاری که کرده پشیمون باشه. Who stabbed her first? I think Anissa stabbed her first, and then I continued, and then like she was like, "Morgan, make sure she doesn't escape." And then I was like, So you think that it was Anissa first? Mm-hmm. You sure? Yeah. Not really. So how many times? So then, how did you get the knife from Anissa? She sort of just shoved it into my hand, and there it was. And then I didn't know what I did. It sort of just happened. This had to happen. She was like, why? And then I said that it was necessary. I can't explain why. Please don't cut off my head. Nobody's gonna cut off your head. به محض اینکه بازپرس برای یه استراحت کوتاه میره بیرون، ما شاهد صحنه‌های عجیبی از این دختر تو اتاقیم. And we went into a field like ditches with some trees. And I remember we tried to find Slenderman. Trying to find who? Slender. Who's Slenderman? He's this tall faceless man who preys on children. گرچه آنیسا از همون اول بازجویی اسم اسلندرمن رو لو داد، مورگن تا این لحظه دووم آورد و اینجا برای اولین بار بود که از موجود خیالی که به خاطرش دست به چاقو شده اسم میبره. از این لحظه فروپاشی شدت میگیره. Only jokingly. Not seriously thought about it. I wanted to hurt people before, but they're not nice to me, so they deserve it. But Bella's nice to you. Why did you want to hurt her? Because it was necessary.
And why was it necessary? I don't know. I honestly don't know why we did this. I'm sorry we're bringing you through all this trouble, sir. No, no. You know, I'm trying to do this. I think that you need some help, somebody to talk to, and try to work out some of these things that you got going on. What do you mean? Well, thinking about, what does he call this guy? Mr. Slim? Slenderman? Slenderman. I mean, those thoughts probably aren't real. And to think about stabbing one of your very good friends probably isn't the best thoughts to be having. برای اینکه بفهمیم تو سر این دختر بچه مبتلا به اسکیزوفرنی زودرس چی میگذره، باید بدونیم اون جهان رو از طریق نجواهای درونی و سایه ها درک میکنه. خودش تو خلع گرفتار، اما تو تمام اتاقهای ذهنش موسیقی پرواز زنبور عسل کورساکوف پخش میشه. هیچ مرزی بین رویا و حقیقت براش وجود نداره. احساسات درونی هیچ راهی به بیرون پیدا نمی کنند. به همین علت کلام هیچ ملودی نداره. صورت هیچ ریاکشنی نداره و فرد به طور کلی تو حالت خلسه شناوره. اندام نحیف این دختر بچه 12 ساله در واقع زندان دیوه. دیوی که درونش داره همه چیزو کنترل می کنه. If it were right, I wouldn't be here. That's right. Did you feel bad? I just stabbed one of your best friends. I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. پژوهش‌ها نشون میده احتمال بروز علائم اسکیزوفرنی 1 نفر در هر 300 نفره. نوع زودرس این بیماری که تو سنین پایین اتفاق میفته حتی احتمالش کمتر هم هست. طوری که از هر 100 نفری که به این اختلال دچار میشن، 1 نفرشون زیر 13 ساله. اما آثار بسیار مخربی داره. تو دوران نوجوانی، زمانی که مغز داره چراغ سیناپس‌های اضافی رو خاموش میکنه، اگه فرد درگیر بیماری مثل اسکیزوفرنی بشه، فرایند طبیعی رشد دچار اختلال میشه. نتیجه این اختلال همه علائمیه که تو مورگن به وضوح میبینیم. پزشکی قانونی وقتی برای تکمیل پرونده این دختر بچه شروع کرد به بررسی سوابق بهداشتی خانوادش، متوجه شد که پدر مورگن هم سالهاست درگیر اسکیزوفرنی و دارو مصرف میکنه. Morgan said, hey, Anissa, we should be proxies. And I was like, okay, how would we do that? And she said, we have to kill Bella. سال 2017 آنیسا تو دادگاه به همکاری و اقدام به قتل اعتراف کرد. قاضی پرونده به خاطر بیماری یا نقص روانی متهم اونو بیگناه تشخیص داد، اما مقرر شد برای درمان 25 سال تو بیمارستان روانی بستری بشه. سال 2021 وقتی دادگاه مطمئن شد اون خطری برای جامعه نداره، قرار شد تحت نظارت پزشک، البته با بستن پابند ردیاب، بقیه دوران محکومیتشو بیرون از زندان یا بیمارستان بگذرونه. اما داستان مورگن متفاوته. اون بلا فاصله توی مرکز درمانی بستری شد تا دادگاهش برگزار بشه. مادرش بعد از اینکه اون مصرف دارو رو شروع کرد، گزارش داد که انگار همون مورگن قبلی که شاد و آروم بوده دوباره برگشته و از کاری هم که کرده به شدت پشیمونه. اما این تو رأی دادگاه اونقدی تأثیر نداشت و در نهایت مورگن گیزر به 40 سال بستری توی مرکز بهداشت روانی محکوم شد.